سلام. میگه یه رای دارم تو نداره، قابل عزما نداره، ریزوی بلشکرش کروبی با دور و برش موسفی هم با اکبرش رفتنجانی گور پدرش. اویو بدم اویو بیا اویو ندم، اویو بدم اویو ندم، به محمود میدم که سر باشه، یه جوروی کل خر باشه، عزما بسش پدر باشه. این مچکرم منو میرسی، خیلی منو خیلی منو. این شعری بود که در استونی انتخابات به ذهن بزرگ و شاعرانی اونم بیزه قیانوری زد. خیلی مچکرم، اینقدر یه شلوغه که صدا به صدا نمیرسه. بله من غلام قیانوری هستم و از طرف مقام عزمو اومدم تا از حضور گسترده آهاد در انتخابات یک گزارش براتون تهیه کنم. ببینیم که داشته باشه گزارش غلام بیزه قیانوری در انتخابات. آقا میتونم بپرسم شما به کی رأی میدید؟ من میخوام به آقای میر سبزوار کروبی نژاد رأی. خب نظر شما راجع به تبلیغات انتخاباتی و مناظره های کاندیداها چیه؟ احمدی نژاد بگم نه کروبی خواهم به حوشت حالا اینقدر که اصدار میکنی من انتوام نمیدم چون تو خواهد کنی میکنی برد من گرانش رو شما رو نمیدمه من نمیدم نه موسوی من یه چیزم من رو به مردم دارم من یه چیز انقلابی هم همون چیز قبلی که بودم هستم امام هم چیز بود ایشون چیز رو پر از فساد چیز کرده من برنامه هم چیزم چیزه مشخصه رضایی من آمدم تا اقتصاد کشور رو نجات بدم هدفم اینه که دوم بشم توی انتخابات احمدی نژاد آقای قیانوری برگردید به موازه امام 300 میلیون تومن جزائری رو چیکار کردید شما نگرده کرمی براشی هست آدم ها رو زیر نیزیر میدی به همه این چطور داری که من مثلا یکون نداره این حرفی رو من نزنه که چی روی کنه تنگیبن ها انفاس کن تنگیبن ها سنگ دعوات کن قرار بود مناظره باشد مناش رفته فقط زردرش مونده من در همه چون میخوام رنگ آقا شما رفتی اون بالا چی کن؟ من میخوام خودم بکشم من دیگه به تن خط رسیدم من میخوام خودم بکشم خواهش میکنم آخه چرا از زندگی سیر شدی؟ نه من میخوام خودم بکشم شما هم نمیتونی تل منو بگیری خواهش میکنم راحتم بذار بذار راحت خودم بکشم بابا من که نفهمیدم خوشی زده زیر دلت نه بذار خودم رو بکشم خواهش میکنم بذار خودم رو بکشم چرا؟ از بدبختی میخوای خودتو بکشی؟ نه بابا جان نه بابا جان چرا مزاحم مردم میشی؟ خواهش میکنم بذار خودم رو بکشم بذار راحت شم ای بابا بگو شاید ما هم تصمیم بگیریم خودمون رو بکشیم بابا تو منو نمیفهمی تو منو نمیدرکی بابا شناسم گم شده بعدم انتخاباته من بدون رأی دادن نمیخوام زنده بمونم نمیخوام بابا بیا خودت لوس نکن بیا بدم یه شناسنامه المصنوع برات بگیرم جدی میگی آقا واقعا شما زندگی دوباره به من نقشیدی من خیلی خوشحال شدم فردا من راحت میتونم ایب نداره روحت شاد نیتت مهم ای آقا میشه بپرسم شما به کی رأی میدید؟ کی من؟ من اصلا رأی نمیدم رأی نمیدی؟ نخیر نخیر پس معلومه فیلم آقای کروبی رو ندیدی پشتتو نگاه کن بزرگترین شجاعت رو از خودش به خرج داده و در قبال روحانیت ساکت در کنار امام زندان رفته جایی کسی ببینه خیال میکنی که حالا چون حقیقت انتخاباتی داره این کار میکنی چای بسیار خوش میکنی با شاهای انتخابات هیچ خاصیتی نداشت چای رفت بودن آقا جون نشون داد حالا چی میگی؟ وای پسر باورم نمیشه بابا چجوری بزرگترین مشکل ایران همین مسئله چای آوردن مرده بود
انا آقای کروی با این پیرن ماکسی که پوشیده بودن حلش کردن. آقا واقعا من اصلا باورم نمیشه، خیلی واقعا تعجب برانگیز بود. آقا من دیگه رنگ دارم، من دیگه رنگ، اصلا این دنیای منو عوض کرد، اصلا دنیا هم عوض شد و من میرم رنگ. اومدیم اینجا برای که از کاندیدای مورد علاقه‌مون که آقای کروبی حمایت کنیم. اگر مردم عاقل باشن و بیشتر فکر کنن، اون چیزایی که مردم ایران میخوان توی آقای کروبی فقط بله دقیقا همینطوره. آقای کروبی مثل بطری میمونن که توشون همون چیزایی که گفتن وجود داره. بله من هم نظرم همینه، من هم این پولا رو از توی ایشون داره بودم. یامک بلند شد سبه کروبی تمومه، باید بریم و سبه های احمدی نجات تطبیقات کنیم. ولی من آزادی نمیخوام، من شرف و آبرو میخوام تو کشورهای خارجی. بله منم آزادی نمیخوام، حتی شرف و آبروی هم که این خانم گفته نمیخوام. من سه روزه دارم تبلیغ انتخاباتی میکنم، پولم میخوام که بگیرم برم کشورهای خارجی. من هیچی دیگه نمیخوام. من داره دیوار انتخابات میره بالا. من اعلام کردم که خانداری هم یه شغل مقدسی هست. ما به بانوان خاندار حقوق پرداخت خواهیم کرد و خانداری رو یک شغل محسوب میکنیم. آقا داشت که یادم رو پیاده میشه داشتی. من فیلم هده کنم، من فیلم هم مصابه کنم. با این حتی که آقای رجایی زن همه این رنگ های منو بود سمت خودش. من 30 ساله بیکارم، 30 ساله با این برنامه که آقای رجایی دادن خب میرم خانه‌دار میشم، یه حقوقی هم میگیرم. خود آقای رجایی هم من خودم پیشنهاد میکنم بعضی که تو انتخابات شرکت کردن ایشون هم خب بیان خانه‌دار بشن، جفت اون مهندس شرکتی یه دکور دونک خونه‌داری با هم دیگه باز میکنیم. خیلی متشکرم، داشتی هدف پیاده میشیم. خیلی ممنون. آقا هنوز که اینجا وایسادی با آقای کروبی رأی دادی؟ نه نظرم عوض شد. من تحت تأثیر تبلیغات دشمنان قرار گرفتم و رأی نمیدم. نمیتونم دیگه آقا، چرا اصرار میکنی؟ نمیتونم رأی بدم. بس معلومه فیلم آقای احمدی نژاد رو ندیدی، حالا پشت رو نگاه کن. باورم نمیشه بزرگترین مشکل ایران مسئله تو رو که اون شیبید بود. آقای احمدی نژاد با شلوار گرم کنه لباس آسیب کوتاه. اشکم بود واقعا. چجوری حلش کرد؟ آقا من دیگه رنگ دادم، من دیگه نمیتونم، باید دارم رنگ بدم. دنیا هم عوض شده، اصلا الان یه دنیای دیگه شده. من میخوام برم رنگ بدم، من بله کن میخوام برم رنگ بدم. آجوه خدا بد نده، شما اینجا چی کار میکنید؟ بد نبینی والا، بنده سکته کردم، مردیدم. بله روحتون شد، علت مرگتون چی بودی؟ والا بنده سر و مور و الگنده بودم بعد از اینکه این مناظره های لعنتی رو دیدم و بعد نامه رفسنجانی رو که دیدم که عظما رو دراز کرده، احساس کردم خودم هم باید دراز به دراز بیفتم. پس تکلیف انتخابات چی میشه؟ جمهوری اسلامی فکر این دهاش رو هم کرده، یک حوزه انتخاباتی در موردشون خانه زدن که روح پرفتوح بنده همونجا رای میده. رای بدید به ما، رای به شوموز کدیه مقام از ما، مقام از ما شده آلا دولا قیانون پر پر موهد خبر. خیلی مجرد کرد.